اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن ببین گربه منو به حسین و علی شدن نماد ایثار عدل علی جدیه و سربریدن با چوب لدار سباب یخنی مرد پرستی و ساختن امامزاده ها تکسیب و توربین به تاریخ 1000 ساله ما می نویسم از برومن از سقوط هفت هزار سال بیگانه در ایران است بیگانه در ایران با پیرو و زرتشتی از کوروش و آن پشتی برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن بیگانه در ایران است بیگانه در ایران بیزارم از دین شما نفرین به آهین شما امیران سپاه شام سرداران خون آشام شما را مردگانی زنده میبینم خدایان شما را بنده میبینم چه شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم سراسر جهان آریایی فروردین اومد بهار اومد سال نو اومد 7761 آغاز شد شاد باش به همه مهمان یاران چه پلیدان چه رندان چه خبیثان هزاران سال صدها سال سعی بران دارن تا ما را قتل عام کنند تا این جشنها را بسوزانند و ما جشن نگیریم اما نسل نو و جوان و فرهیخته ما
امروز روشنه، پیر پاتال ها، دانشمند ها، فیلسوف ها، اساتید، هاپ 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 هاپ، همه رو در چاه تاریخ عصر قدیم دفن کرد. آقا اید نگیریم، به چای ما رو کشتن، جشن نگیریم، نوروز نباشه، تلویزیون برنامه دارین، شاد نباشه، غمناک بذارید، درنای غمناک ای ابلهان، ملت ایران دیگه ابله نیست، ای تازیان بنی هاشم شب پرست، ملت ما دیگه ابله نیست، نسل نو خصوصا، پیر پتله که به راه خودشون، نسل نو، نسل جوان، این جوانان فرهیخته نمیشنون مزخرفات شما رو. تازی بنی هاشم صحراگردان همیشه خواستند که ما در مرو عذاب خونه بکنم. هیچ روزی به اندازه روز اول فروردین عزیز و ممتاز نیست. خیام میگوید کیومرث اول که به پادشاهی نشست، خواست تا ایام ماه و سال را نام نهد و از آنجا که ایرانیان باور داشتند ایزد تعالی به آفتاب عنایت بیشتری از دیگران داشته و آن را از نور آفریده و آسمانها و زمین را بدو پرورش داده، برای بزرگ داشت آفتاب که نیکی را از بدی جدا می کند، ماه اول سال را که ماه آغاز رستن نباتات و دیگرگون شدن احوال عالم است، فروردین نام نهاد. بعد جمشید شاه که بر تخت پادشاهی نشست و دیوان را هم مطیع خیش گردانید، جهانیان را به زر و گوهر و دیبا و عطرها و چهار پایان بیاراست تا مایه خوشدلی مردمان و آراستن و آسایش زندگیشان باشد و مقرر کرد تا ایرانیان هر سال روز اول فروردین را روز نو بدانند و جشن بگیرند و ایرانیان بعد از بیشمار تاراج بیگانه و آشنا همچنان نوروز را زنده نگه داشته و از هر جشن دیگری بالاتر قدر دادند. آیین‌های هیچ جشن ایرانی به طول و تفصیل نوروز نیست. از خانه تکانی و سبز کردن دانه ها و پختن نان پنجره‌ای و نخودچی و سمنو تا چهارشنبه سوری و قاشق زنی و بعد هم پهن کردن سفره هفت سین و دید و بازدید و عیدی و سر آخر هم گره زدن سبزه سیزه به در. هفت سین رنگین ترین خانی است که ما ایرانیان هزار امید و آرزوی من را بدان کوک میزنیم و پهن میکنیم. صد سال به از این سالها نوروزتان مدام. الهی که هر کجای دنیا هستید سفره های هفت سینتان پر برکت باشد و سبزه هاتان قد کشیده، تنتان سلامت و جانتان شیرین و امیدتان وفا. فرا رسیدن فروردین و نوروز بر شما خجسته با. آقا پریروز میگن 50 نفر اعدام شده ها؟ خب 1 سال پیش که 3000 تا، 2 سال پیش که 7000 تا، چند سال پیش که 14000 تا. اول آمدنی پلیدها که عقابهای آریایی رو، سردارای محمد رضا شاه رو قتل عام کردن که بعد یه نسل و 120000 نفر کشتن. ما نوروز از یاد ببریم به خاطر اینا. همه این جانها که در طول تاریخ دادیم برای حفظ نوروزه. ابله نباشید مردم، پیرو فرزندان دلیر خودتون باشید. ببینید در هر کجایی میرقصن. این پسر را تماشا کنید، فرمان میده این پسر، کیانها تکرار میشوند. تو مترو داره میرقصی، دختری با میشه بهش میرقصه، فرمان میده به مادرش، میگه جاشو بگیر. بعد هم این بچه رو ببین، این بچه ها شیرن. Thank you.
قربان یاران گرامی، پیام نوروزی ما در ابتدا از یه شخصیتی که همتون دوستش دارید، از آریامهر پادشاه خردمند. به پیام نوروزیش گوش کنید، این آخرین پیام اون بزرگ مرد بود که برای همیشه ما نگاه. رسیدن نوروز باستانی را به ملت ایران شاد باش میگویم و مثل همیشه برای همه شما در سالی که اکنون به فرخندگی آغاز می شود شادکامی و رفاه فراوان آرزو می کنم. خداوند بزرگ را سپاسگزارم که امسال نیز مانند سالهای گذشته در پرتو الطاف و عنایات کامله او جشن نوروزی ما یک جشن واقعی است که در محیطی آکنده از پیروزی و سرافرازی ملی و با امید و اعتماد روزافزون و آیندهی درخشان برگزار می شود. فروغ زندگی بخش خورشید نوروزی که مظهر گویا از آیندهی است که به خواست پروردگار در انتظار ماست. ملت ما اکنون به صورت یک دل و یک پارچه در راهی رهسپار است که من آن را در کتاب تازه خود راه پر افتخار و شکوه آفرین سرنوشت به جانب دوران زرین تمدن بزرگ نامیدم. عزیزان زیادی را از دست دادیم، مهربان یاران زیادی، ولی هر قطره خون لاله ها دمید و این سیر آگاهی و خردگرایی و شورش این نظام را ساقط میکنه. خاطرتون جمع باشه، علیرضا پهلوی عزیزم، لیلای پهلوی عزیزم ما از دست دادیم، همچنان که نازنین هایی را هزاران هزار تا این 43 سال و میلیون میلیون تا این 1402 سال از دست دادیم. ابله تو نمیتونی ایرانی باشی و زر بزنی از ایرانی بودنت و با آخوند شیخ درگیر بشی، بگی 1402. آقا تاریخ رسمی کشور دیگه، به بعد وقتی تاریخی که ایران تو رو نابود کردن، سرزمین تو رو نابود کردن. تاریخ شاهنشاهی دارید، پادشاهی شجاع‌الدین شفا می زادروز کوروش رو میاد بود میکنه، به شاه پیشنهاد میکنه. البته محمد رضا شاه چندی پیش از رفتنش اون تاریخ رو گفت درست نیست، مرغا اعلام کرد. تاریخ زرتشتی داریم، زرتشتیان عزیزی که رسمی هستن، دین رسمی تو ایران هست، این عزیزان من 3000 خورده که میدونید هست، این تاریخ رو استاد ذبیح بهروز وضعش کرد و ذبیح بهروز مرد بزرگی بود، روانش شاد. یک چیز داره بر وزن و اساس سعدی سروده که اون رو حتما باید برید بخونید. در اونجا آخوند روحانیت اسلام رو آنچنان ترتیبشون میده در اون قصیده بلند که بفهمید ذبیح بهروز که. ولی خب اون موقع یادتون نره خیلی چیزایی که ما به دست آوردیم، اون موقع اینا نمیدونستن، طفلی ها آخرین زرتشت رو تولدش رو گرفتن. سیاوش اوستا چندین سال در آیین اوستا نوشته که ما زرتشت های بسیاری داشتیم، نخستینش همون میتراست، تشت زرینه، یعنی رابطه با خورشید داره، مهره، آیین مهره، رابطه با مهر خورشید داره، مهرشید ایام هفتر بهتون گفتم. و اون فرمان روایی ایلامیان هست 7700 سال پیش، امروز در سال 7761 هستیم. یهودیان عزیزم نیز سال دارند، سالنامه دارند، تاریخ زایش آدم هست. مسیحیان عزیز 2023 هستند، زایش عیسی مسیح. یه چیزی که به فرانسوی گفتم به شما میگم، سال هاست دار گفتم میگم، 500 سال پس از زایش زرتشت در اروپا جشن سال نوشون با من و تو یکی بود، یعنی 21 مارچ بود، اول فروردین ماه، بر اساس آیین نخستین زرتشت، میترا، مهر. برای همین که سال هست 7761 آریایی میترایی، دینی نیست، چون زرتشت دین نمیگه که خدا به من گفته، خردمندن، انسان خردمند، انسان خردمند میسازه، انسان خر میسازه تا سوارش بشه. سواری نده آقا، سواری نده خانم. حالا علیرضا پهلوی عزیزم دوست نازنینم دیگه با ما نیست، موزیسیان، استاد در ایران شناسی و
و مینوی خرد کتابشه. از شهبانو بارها خواهش کردم این کتاب باید سریع منتشر بشه. اگر عرض کردم به شهبانو نمیتونید بدید، من منتشرش میکنم به زبانهای مختلف. مینوی خرد علی رضا پهلوی، الان که دیگه شاهزاده رضا پهلوی هم پرنس رضا پهلوی الان اومده تو میدون، مثل گذشته فکر نمیکنه دیگه، مثل برادرش علی رضا پهلوی فکر میکنه، مثل مجید رهنورد، مثل کیان پیرفلک، مثل محسن شکاری پرنس رضا پهلوی داره فکر میکنه و عمل میکنه و قشنگ این کتاب باید منتشر بشه. حالا پیام نوروزی بعدی ما دختره دکتر علی رضا پهلوی است، ایریانا لیلا پهلوی عزیزم. پدر سوخته حرامزاده های تازی البته یادتون نره ما سادات تازی خوب خیلی زیاد داریم. محمد حسینی از قهرمانان ماست، اول برنامه دیدید، و سیدهای بسیاری. من اون سیدها کار ندارم، به سیدهای پوفریز کار دارم که مثل تاجزاده و مثل بقیه و ابتهی و مبتهی اینا الان زر میزنن با سید فلان فلان و اینا ادعا میکنن که آقا رضا پهلوی میاد بابا ایشون مناظره کنه مثل چه من به اینهایی که در قدرت هستن کار دارم، وگرنه سیدهایی که در قدرت نیستن ایرانی هستن و به ایران. ولی بیاد تو نره، بعضی وقتا توشون جاسوس دارن، این جاسوسایی دارن که میگه آقا حالا ساعتی که عزاداریم ما، هر چی خلاف و این آریایی بود بزنیدشون، آقا حالا موزیک سر خاک قبر جا که موزیک بزنیدشون، یادتون اون بزنید نارو بزنید. حالا عزیزان من، اینها آخوندا ایشه پشوها میخواد نوروز ما از ما بگیرن. نوروز جهانی شد. یونسکو سازمان ملل به رسمیت شناخت، خبراشو به شما سال پیش دادم. حالا ببینید در کاخ سفید، قوی ترین کشور دنیا، نوروز و سفره حفظ. در کاخ سفید مراسم نوروز در کاخ سفید، آقای بایدن و همسرش جیل بایدن سخنرانی کردند. تا بخش بزرگی از صحبتاشون، عمده صحبتاشون مربوط به بقای ماهای اخیر در ایران بود و اعتراضات سرود برایه پخش شد. در این سالن جایی است که ضیافت‌های کاخ سفید معمولا برگزار میشه. عکس رؤسای سابق نوروز و عم نوروز چه بارها گفته سیاوش عوستا، دیگر بار تاکید میکنم، عم نوروز این اسمای عربی روش گذاشتم چون تازه بودن چیمشی رو اینجا میذاشتم که زیر بیزدیم این کشتن ما رو، برای همین گذاشتیم حاجی فیروز عم نوروز. اولا که عم نوروز میتراست، میتراست که با همین شمایلی که بابا نویل هم مثل اون هست، از 200 سال پیش هم بابا نویل اینا مد کردن به تقلید از عم نوروز ما، عمو مامو عمه عمه خالی حاجیم گذاشتن که مثل این اولاغایی که تو ایران میگه حاج آقا دکتری یارو میگه حاج آقا که یعنی. حالا این سیاه ها، حاجی فیروزه که سیاه صورتشون، اینا آفریقایی پافریقایی اینا نبودن، علت سیاهی پشت صورتشون این بوده که اینا آتشبان بودن، آتش ها رو هم میزدن که شعله بر بمونه. شما مثلا همین گنبد بارگاه امام رضا رو ببینید یا جای دیگه، این گنبد که وسطش هست دو تا منار، یکی بره یکی میبره، این منارا مال چی بوده بهتون قبلا گفتم، این منارا مال این بوده که میرفتن توش وای میستادن و یه آتشا رو هم میزدن، برای همینی که اینها صورتشون سوخته است و سیاه شده. هر اون زاده های تازی ها میخواستن به اون فحش بدن، میگفتن برو پدر سوخته، یعنی پدرش آتشمان بوده، صورتش سوخته بوده. فهمیدین؟ به همه بگین. 40 ساله میگم عمومیتش ندادید این چیزا رو، بعضی چیزا رو دادید اینا ندید. حالا حاجی فیروز بشکن، سال یک روز بشکن، تو من عزیز.
شما این رو بدونید که همه این امامزاده ها مساجدشون اینا همه میشه مراکز فرهنگی از همین الان. چوش میرن بچه ها میرقصن، شنا میکنن، توپ بازی میکنن، الفاتحه به همه این مقدسات باطلی که در سرزمین آریایی با پول آریایی ساختید و قاتل ها و کشنده های ما رو بت کردید برای ما. این رو ببینید لذت ببرید. حاجی فیروز و عمو نوروز. آتش اون وسط دو تا مناره سیخ می زدن و بعد مرتب موسیقی پخش می شده. در بامداد وقتی که می خواستند مردم رو ساعت که نبود، که آیفون و اینا که نبود، هر کسی ساعت می رو نوشه، ساعت نداشتن که. مردم باید همه بدونن که صبح هست، بامداد است، برخیزید، آن کس پیروز است که صبح زود از خواب برخاست است. خب برای که مردم خبر کنن که بیدار شید صبح شده، اینها اسمش الان میگن تو مشهد اون رو نقاره. حالا بذار بگن نقاره. موزیک میزدن بعد اینجا گنبد، اینجا دو تا آتش کرده، گنبد یعنی آتشگاه ها، اون شعلای آتشه که الان تلاش کرده، اون شعلای آتش بوده، اون آتشگاه شعلای آتش، دو تا منار کنارش برای هم زدن، یک بلندا و دیگر در همردیف میرا، این همی که تو مشهد ما هست، اونجا ارکستر میزده میرفتم بالا، دو 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 دو، بیدارشید بیدارشید، روز نو روز نو، نه که برای نوروز، هر روز صبح، روز نو روز نو، پاشید پاشید بلند شید. و شبم همین نقاره رو میزدن، همین موزیک رو میزدن. این موزیک از افتخارات ایران آریایی است که تا به امروز مونده، جرأت نکردن هر روزه یه موقع تا کمی قطعش کردن، ولی بعد نتونستن. نقاره خونه در آرامگاه زرتشت موجود است. این حرم امام رضا که شما میرین، رضا وقتی میمیره هارون الرشید گفته بود مرو زیر پای زرتشت، یکی از زرتشت ها دفن کنی، دفنش میکنن. بعد رضا هم که وقتی مشروب زیاد میخوره اووردوز میکنه، اونم میگه ما هم ببرین زیر پای هارون الرشید دفن کنین. اصلش اونجا زرتشته، اینو یادتون نره. بعد زرتشت داریم در بلخ نوبهار، اونجا دفن. درسته درسته. در آتارپات داریم، درسته. این رو من گفتم بارها، استاد علی اکبر جعفری که دیگه در میان ما نیستن، از رهبران بزرگ نوین زرتشتیان جهان بود استاد علی اکبری، در خانه خود من و در کنفرانسی که ما در هلند گذاشتیم قاطع گفت این سخن سیاوش اوستا درسته، ما زرتشت های بسیاری داشتیم. به خاطر همین هر جا گفتن اینجا قبر زرتشت بوده و هست قبول کنید، چون زرتشت های بسیاری ما داشتیم، یکی نداشتیم. پیام‌آور خرد بسیار بودن. نقاره خونه موزیک هر روز ماست. همه مسجدها امامزاده ها رو نقاره خونه میکنیم با رقص بچه هم.
اروپا، عشق جهان آریایی، مهر جهان. سرحال، ولی من نخواستم زیاد مزاحمشون بشم، چهار خط برای ما پیام نوروزی نوشتن فرستادن که براتون میخونیم. نغمه دلکشتر از آوای گلپا گر شنیدی، بیگمان آن نغمه را از عالم بالا شنیدی. مهربان یاران گرامی، از شما دعوت میشود تا به پیام نوروزی استاد گلپا که از تهران فرستاده شده است گوش بفرمایید. چه میپرسی ز فریادی که پنهان در گلو دارم، که مهر خاموشی بر لب ز بیم آبرو دارم. سال نو به برادر عزیزم استاد سیاوش اوستا مبارک. آرزوی سلامتی برای خانواده عزیزتان دارم. آریا را ببوسید، سمیرای نازنین را سلام برسانید، دختر گلم شیوا را ببوسید، سارای عزیز، علی آقای مهربان را سلام برسانید. گلپا از تو که بر ما جفا رفا در خرابات مغان نور خدا میبینم، وین عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم دادم آنی. از بهترین آدمایی که ما بهش افتخار میکنیم در خارج از کشور، مارشال منش است. باید یاد بکنم مارشال منش در هالیوود با بزرگترین هنرپیشا بازی کرده و ما پریروز روز سال تحویل هنگامه لعدیگر شدن سال 2 ساعت برنامه رادیو داشتیم از رادیو پاریس دات نت. رادیو پاریس دات نت 24 ساعت بزنید گوش کنید، موزیک هست، صحبت فرانسوی هست، بعد هفته که دوباره برنامه فارسی زبان داریم. هر جای دنیا که هستید بزنید گوش کنید، تو فرانسه رو FM هم پخش میشه. مارشال عزیزم پیام نوروزی که داده، هیچ قبل از اینکه پیام نوروزیش رو گوش بکنیم شما ببینید که نیایش دیگر شدن سال که ما چند سال در تقویم رو می‌نویسیم با صدای مردانه به چمشاد مارشال منش. اهورا مزدا آفریننده دانا و توانای ما تو هستی و هر دگرگونی و شدنی در گزینش تو و با خواست و کوشش و تلاش ماست. ما را به سوی برتری و بهتری یاری کن ای دیگر سازنده دلها و دیده ها، ای گرداننده روزها و شبها، ای دیگر سازنده بودنها و تواناییها. دگرگون ساز بودنمان را به بهترین بودنها. در جهان بانیکی در پندار و گفتار و کردار، مهر وز و شادی آفرین و آرامش بخش و یارجو باش و حسادت و کینه و منفی بافی و منفی اندیشی را در خود کشته و همیشه امیدوار و خوشبین باش. نوروز فرخنده باد. من خواهش کرده بودم از مهرازی بکنن دوستان پیام هایی بدن که ما برای برنامه رادیویی که داشتیم دم سال تحویل دیگر شدن سال پخش کنیم. خیلی از مهربانیاران این کار کردن، یعنی حدود 40 نفر از هنرمندان سرزمین آریایی پیام دادن.
با درود به شما یکایک عزیزان در هر کجای این دنیا که هستید. بله، نوروز فرا رسید و مردمش را گرامی می‌داریم. دوباره سبزه، دوباره بهار، دوباره این دل عاشق به یاد یار و دیار، دوباره بوی عقاقی، دوباره عطر گلاب، دوباره فکر پریشان اسیر خاطرات شباب، دوباره حسین، دوباره خواجه شیراز، دوباره لحظه تحویل سال، دوباره وقت راز و نیاز، دوباره ماهی قرمز کنج تنگ بلور، دوباره پیامی از این قریب ساحل دور، دوباره امید، دوباره نوید که مرگ ظلمت شب را به چشم خواهی دید، دوباره دوباره عید، دوباره سرود، دوباره درود، دوباره درود. بله، نوروز اینجاست و من هرچی فکر کردم چه پیام نوروزی رو اینجا بگم. نوروز خجسته باد، نوروز پیروز باد، نوروز زیزنده. ولی بهترین پیام نوروزی که ما میتونیم به هم دیگه بدیم چیزی نیست جز زن، زندگی، آزادی. شما در نظر بگیم 40 نفر هر کدومشون 2 تا 5 دقیقه میشه 3 ساعت، یعنی 4 ساعت. ما همش برنامه تو رادیو 2 ساعت بودم سال دیگر شدن سال، برای همین ما گلچین کردیم. حالا بعد از مارشال منش عزیزم و استاد اکبر گلپار رو کشیدید، یک هنرمندی داریم که باعث افتخاره. همه هنرمندا رو دوست دارن، همه بهش احترام میذارن، حتی داریوش که خودش شاه خواننده است. اردلان سرفراز عزیزم پیام داده، اردلان سرفراز عزیزم، اینا همه این هنرمند رو دوست دارن، چون من اسمش رو گذاشتم جنتلمن موسیقی ایران فرامرز اصلانی. من فرامرز اصلانی هستم و خرسندم که می توانم در آستانه سال نوین پیام نوروزی خود را برای شنوندگان این رادیو بگذارم. آرزو می کنم سالی که در پیش است سال آزادی برای سرزمینم باشد و لبخند دوباره به لبهای مردم سرزمینم بازگردد و لکه های سیاهی که 40 و چند سال است آسمان فیروز رنگش را پوشیده اند از میان بروند و باز خورشید مهر بر سرزمینم بتابد. با این آرزو و آرزوی تندرستی برای همه شما، زن زندگی آزادی، Woman Life Freedom، زن زندگی آزادی. حالا میخوایم بریم سمرقند، نجیب بارور دوست عزیزم، این فرزند، این چکام سراغ دلیر آریایی نجیب بارور. ببینید یک دخت خورد ساور سمرقندی، مثل زمان قدیم، مثل زمان خیام حافظ. یادتونه خیام و این جهان فرسوده؟ برید گوش کنید، وقتی که خیام میره این فرور دنیا میبینه همه شعراش دارن میکنن. نجیب جان، نجیب بارور در سمرقند، یک دخت ایرانی. لحجام دلری در این یخت و زبانم پاسیست، روحی من شخنامست و جسم و جانم پاسیست، از تباری رستم و از زادگاهی آرشم، تیرهایم واژگون است و کمانم پاسیست، از سمرقند و بخارا تا هرات و قازغن، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پاسیست، هر کجا هستم با هر لحجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم پاس، این زبانی واهی، این پخنای فرهنگ ستون، این جنونی عشق در خون رگانم پاسی، این زبانی رودکی و مولوی و حافظ است، دونگ اگر مخ...
خواب دیدم ترجمانم فارسی بود. دوست دارم مولوی وار این زبان شمس را، این زبان شعر و منطق در دهانم فارسی. از اخورا مانده این آواز بر گوش زمان. افتخار موسیقی ایران در پاریس و در همه جا. هرگاه در یاد داد و برنامه میذاره مشتریش 95% فرانسوی هستن. آواش آوای اهورایی است. توی دستاش اونجا بایستاده یه گوشه، توی سرما توی گرما دخترک گل میفروشه. سطل آبی رو پر از گل کرده پنهون زیر یک پل، سبد گل روی شوناش، موج موهاش مثل سنبون، توی چشماش دو ستاره، رو لباش خنده صد گل. نغمه سرداد چو بلبل، گل دارم گل، گل دارم گل، آی اون گل، خانوما گل، های و های گل، های و های گل، های و های گل. حالا مهربون یاران، پروانه، پروانه، امشب پر نزن، عید است، جشن نوروز است، 7761 آغاز شده، یک بار دیگه خونینه، نوروز خونینه، پروانه، پر نزن. پروانه امشب پر نزن، پروانه امشب پر نزن، اندر حریم یار من، اندر حریم یار من، ترسن صدای پر پرن از خواب بیدارش کنن. ترسم که بوی نسترم نست از خوش یا رشونت، نسترم که بوی نسترم نست. امروز جهان آریایی اینقدر بچه های هنرمند داره، در هر گوشه جهان که نگاه میکنید صداوی خوش، نوازنده خوش، شاعر خوش، آهنگساز خوش، اینها همه قابل ستایش هستند. اینها نسل نو و جدید ایران آریایی هستند. ایران آزاده، ایران سربلند. این پوفیوز حرامزاده ها، این سادات تازی 1400 سال، این خوب گوش کنید، بارها گفتم بهتون، الانم گوش کنید، خیلی مهمه. هر کار کردن علیه ما آدرس عوضی دادن، هر بدبختی سر ما بودن آدرس عوضی دادن. اصلا اول این کار یهودی هست، یهودی. آقا محمد میاد اولین کاری که میکنید یهودی کشی میکنه، یعنی خیبر و نمیدونم جنگایی که میکنه، جنگایی که میکنه که خودش میگه غزوه، همه که طائف و فدک و اینا همه قلعه های ثروتمند یهودی است که بنی قریظه رو که میکشه و نابود میکنه. بعد از همون روز هم که وارد مملکت ما شدن تا الان هر بدی که خودشون کردن، همین سیدا، همین شیخا، همین آخوندا، همین سعادت تازی، همه که تو خانهتون نفوذ داره، همه که تو مسجده، آقای کار یهودی هست، یهودی ها بس... بعد از وقتیم که اسرائیل پیدا شد، آقای کار اسرائیل، این باهایی هم اسرائیل ها داشت کرد، ابله ها، باهاییت، باهاییت به عنوان یک اندیشه نو و یک رنسانس فکری توسط قرة العین با کنفرانس و کنگره در دشت مغان با نور فرمان زرتشت آغاز میشه، هنوز اسرائیل وجود نداره. ببینیم تا چه حد به شما دروغ گفتن میگن. الان هم نگید آریایی این هیتلر، اینا هیتلر چه ربطی داری؟ آخونده بعدش میاد، این بنی هاشمه میترسه از آریا. حالا من میخوام یه چیزی دیگه که محمد بن سلمان سالها پیش گفتم، همین که میخواد شاه بشه، اجازه امروز بگم اینه عجب روزگاری بفهمیم. با ما با کسی دعوای خصوصی نداریم، با این ملتی، مردمی، سرزمینی دشمنی نداریم. ما با این آخوندهای توی ایران، با این بنی هاشم، با اینا ناراحتی داریم، با هیچ کسی کار نداریم. ما از خدامون که دنیا در صلح و آرامش زندگی کنه هدف ما اینه.
میدونید یه چیزی دیگه، اینو بارها بهتون گفتم، شما هیچ کدوم نگرفتید، حالا بگیرید. امریکا پس از اینکه ماهواره کاراشو شروع کرد، اینها امریکا، ناسا، نازا میگیم و ناسا، فرانسه میگه نازا، اونجا میگه ناسا، اینا توسط ماهواره چند تا دانشمند درخواست کردن از زیر زمین، از عربستان سعودی تا قزاقستان، تاجیکستان، زیر زمین رو فیلم برداری کردن. تمدن ایرانی ایلامیان توی عربستان سعودی هم هست. یعنی عربستان سعودی درسته که زمان محمد قتل و خون و کشتار میاد، ولی همون موقع آقا بازار عکاس از شعر میگن، سروده دارن، قصیده ها ویژن میکنن، زبان عربی من بلدم، بهترین و قوی ترین و زیباترین و شیک ترین زبان دنیاست. اینو که ربطی نداره به اسلامی که محمد آورده و ما رو قتل عام کرده، که به بنی هاشم اینا ربطی نداره. فهمیدین چی شد؟ مثل فیلم امام علی ما رو میرواقعی با دیگه این ببینین، اون معاویه که با خیرت و دانش و اینا داره زندگی میکنه، جامعه رو داره میکنه، با اون ابوذر چلقوز و اون میثم تمار ابله و نادان و خود آقای امام علی، خود آقای امام علی که با ریک حساب کتاب میکنه، با ریک چوتکم نیست بندازه، با ریک حساب کتاب میکنه، اینا یکی نیست. الان هم یه آخونده شپشو که آقا عربستان سعودی، شما ببینید چه تعظیمت شکوی زیر زمین عربستان سعودی، تمدن و فرهنگ کهن ایلامیان هست. شما که هر تحقیق هم نیستی بینید گنبه بینید بابا فندوموند بزنین، فندوموند آخر زمان، یک ساعت و خورده رپورتاج تو صفحه مهتیوی، همین youtube.com/mehtivi ما هم هست، یک ساعت دانیم بریم گوش کنیم، هم انگلیسیش از هم فرانسویش. خب پس ما با کسی درگیری نداریم، ما با همین هایی که حاکم هستن، همینه که به چای ما رو میکشتانه میکشن، ما با اینا درگیریم. 44 سال واقعیت ها رو پشت نقاب مخفی کردیم، 44 سال عشق رو به مسلخ بردیم، 44 سال گریه هامون رو زیر بارون انکار کردیم، و 44 سال در هوای آزادی نفس کشیدن رو فراموش کرده بودیم. امسال سال عجیب غریبی است، نوروز متفاوتی هستش. حالت دوگانگی در قلب‌های ما به وجود اومده. از یک طرف احساس تأسف به خاطر مسائلی که پیش اومده، و از طرفی احساس غرور. غرور به خاطر زنها و دختران ایرانی که پرچمدار صلح و آزادی شدن در دنیا. غرور به خاطر مادرانی که فرزندانشون از دست دادن. غرور به خاطر کودکانی که دیگه پدر و مادر ندارن. و غرور به خاطر تمام جوانهایی که جونشون رو کف دستشون گرفتن و کف خیابونها اومدن. همبستگی خیلی زیباست. ما در طول سالها و سالها در تاریخ مملکتمون این همبستگی رو کمتر حس کرده بودیم. ایرانی ها در طول تاریخ در هر هجوم بیگانه‌ای سنت های خودشون رو حفظ کردن. سنت هر مملکتی آبرو و شرف هر مملکتی هست، و الا چیزی نیست که مملکت ها رو از هم جدا کنه، همین فرهنگ ها و سنت ها هستن، و اون چیزی که در طول این 44 سال همیشه سعی کردن که از بین ببرن و ایرانی ها با چنگ و دندون حفظش کردن. و امسال هم با تمام ناراحتی هایی که همه ما در قلبمون داریم، نوروز و سنت های خودمون رو حفظ میکنیم. نوروز دیگه، چون نوروزه، عیده، باید برید حال کنید، بچه هاتون رو ببوسید، دستشون رو ببوسید، پاشون رو ببوسید، وقتی پا میشه میرقصه ازش پشتیبانی کن، هر جور دلش خواست لباس باید بپوشه، اجازه نداره بگی بهش این لباس رو بپوش، اون لباس آه اونجا دیده میشه، اینا عربان، تازیان، حاکم، آخوندا، این شیخ و ملاست، این شیخ و ملاهای من به شما بگم از کودکی که میذارم، چون توضیح علمیه درس بخونم، من مشهد که بودم دور حرم امام رضا پر از مدرسه های آخونده بود، من رد می شدم، حتی دکونه که سر اینا بود رفیقای من بودن، وای می شدیم صحبت می گردیم، اینا می دهیم این آخونده اصلا به عمرش می سا می سپانسا شده دست به زن نزده، تا زن می بینیم خود دیوانه بشه، اینا مریضن، مریض بودن اونا رو من گفتن دین آقا، دین آقا علاق،
دین میاد میگه که این روسری که تو صحرا مو پوشن دیگه مدارکش براتون گذاشتم از حمزه و ابو سفیان محمد برای صحرا مو پوشن این باید زن ایرانی سرش بکنه تو با چماق بزنیش پدر سوخته حالا زن ایرانی تو رو میزنه این کانون های شورشی رو فکر نکنین رفت الان تمام تلاش دنیا اینه که دنیای باطل دنیای آخوندا دنیای دین قاتل حالا دین خوب داریم ها که تو دل خودشونه به خودشون میرسن از اون کار نداریم دین اینها تمام تلاششون بوده هست که کانونهای شورشی با این جناح خردمند لائیک متحد نشه نباید اجازه بدیم هم این اتفاق بیفته همچنان که ما کاری کردیم که این قدرت اهورای ایرانی اوستایی رو به جهان تحمیل کردیم به جهان تحمیل کردیم پرنس رضا پهلوی ممنوع بود تو پاریس کنفرانس مطبوعاتی بذاره ممنوع بود ممنوع الان ببینید مثل یک رهبر یک جهان داره میره چون ایشون هم عوض شد فرمان به حکومت لایق سکولار داد و انتخاب و رأی مردم و غیره بعدم شما اونایی که هوادار شهریاری هستید نترسید بچه‌ها شما از ایشون رهبر سیاسی است بایستی اکیلیبر توازن رو حفظ کنه روزی که بخوایم بریم پای صندوق های رای در این شک نکنید من شک ندارم شما هم شک نکنید خریت نکنید و یا جاسوس نباشید بیاید میخواید وحدت رو هم بستگی رو به هم بزنید پای صندوق های رای ما برنده میشیم شما ما شما برنده میشیم اکثریت ما ماست هر کس میخواد بره سنجش افکار بکنه اکثریت با ماست شهریاری در ایران با زن هست زن شهریار ایران است زن شهریار ایران است این دختای رعنای آریای ایرانی رو ستایش کنید آناهیتا میترا اینا همه دختر بودن در تاریخ ما و ما ستایششون میکردیم چون زن برترین فرمان روایان بود است و خواهد avec les personnalités nationales et internationales. Chez Amazon, sinon envoyez 39€ sur notre compte PayPal à l'adresse institut@avesta.net. institut@avesta. من با خدا رقصیدم. 10 کتاب جنجالی سیاوش اوستا در یک کتاب. از میترا تا محمد، قرآن سروده‌ای به سبک پارسی، دینداری و خردگرایی، افسانه افسانه ها، خدا را در خواب دیدم زارزار گریه می کرد، تاریخ آریایی، هویت ملی و اوستا، سازمان جاسوسی الله، پژوهش و گزارشی از برنامه ها و شگرد های انواع و اقسام سازمان های جاسوسی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. آیین اوستا، ایران با بیش از 7000 سال پیشینه تمدن 65مین اثر سیاوش اوستا کتابی برای کسانی که در جستجوی شناخت بهتر زرتشت و آیین اوستا هستند و کتابی سرشار از آگاهی‌های نوین از تاریخ، تمدن، اندیشه و فرهنگ و هنر 7000 ساله ایران کتابی که پاسخگوی ده ها پرسش شما از اوستا و آیین کهن شیراز برداشت نو از سرگذشت حافظ به روایت سیاوش اوستا از قرآن خوانی تا پیرو اوستا شدن حافظ و جریان عاشقی او راز فال حافظ اعدام ای دوست بیا ای دوست بیا تا غم فردا نخوری این یک دم عمر را غنیمت شمریم فردا که از این دل کهن درگذریم
هفت هزار سالگان سر به سری فردا که از این دیر کهن در گذر با هفت هزار سالگان سر به سری سر به سری در گوشی به خیام گفته این نخستین بار است که کسانی از صف متهمین برای من کف میزنند. نخستین متهم را صدا میکنند. داب پاخی زد. ابو عیاض 35 سال دارد. قاضی خطاب او میگوید تا کنون چند بار به جرم شراب خاری بازداشت شده اید و به تعهدات و توبه خود عمل نکرده اید. امروز در میدان شهر شما 30 ضرب شلاق میخورید تا عبرت دیگران باشید. ابو عیاض فریاد میزند من باده خورم ولیک مستی نکنم الا به قدح، دراز دستی نکنم، دانی در ازم زمه پرستی چه بود؟ تا همچو تو خیشتن پرستی نکنم. ابو عیاض ادامه میدهد امروز که حکیم بزرگوار عمر خیام در اینجا حاضر است، من از او میخواهم که به عنوان وکیل مدافع از من دفاع کند. قاضی با عصبانیت گفت وکیل مدافع چیست؟ پیرمردی اجازه سخن خواست. قاضی به او فرصت سخن گفتن داد. پیرمرد از جای برخاست، گلویش را تازه کرد و با صدایی بلند گفت در بارگاه پادشاهان کهن ایرانی رسم بوده است که متهم پس از شنیدن موارد اتهام سخنانی را در دفاع از خود بگوید یا از کسی بخواهد تا در دفاع از او سخن بگوید. حتما برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم.